سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. فرزاد فرزین متولد سوم تیر ماه 1360 در تهران، خواننده، آهنگساز و بازیگر است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد تهران می باشد که از کلاس سولفژ شروع کرد و حالا در کنار خوانندگی وارد عرصه هنرپیشگی شده. پدرش مشاور وزیر سابق راه و ترابری و مادرش از کارمندان ثبت احوال می باشد که سابقه ریاست هم دارد. فرزاد تنها یک خواهر بزرگتر از خود به نام نیلوفر دارد. او در مصاحبه‌ای گفته: دو ساله بودم که خانواده برای خواهرم که کلاس پیانو میرفت کیبورد گرفته بودن. جالب هست که اجازه نمیدادم من دست به کیبورد بزنم چون کوچیک و خرابکار بودم. اما پدر و مادرم کم کم متوجه شدن که این منم که باید به کلاس پیانو برم، نه خواهرم. در 13 یا 14 سالگی خیلی دوست داشتم آهنگهای دیگران رو بزنم. تا 17 سالگی کارم شده بود آلبوم بسازم و بدم پسردایی‌هام گوش کنن. کارهای قابل پخشی نبود. در نهایت برای ورود حرفه‌ای به این عرصه کلاس سولفژ رو به صورت خیلی فشرده زیر نظر سروش آزمی نوازنده ویولون در ارکستر ملی گذروند. فرزاد فرزین به صورت مبتدی از سال 76 وقتی 16 ساله بود وارد موسیقی جدی شد، تا اینکه به صورت حرفه‌ای از سال 80 وقتی 20 ساله بود وارد گروه موسیقی کوروز شد. او در آلبوم باغ افسانه گروه کوروز آهنگسازی کرد، اما گروه رو به قصد کار کردن روی آلبوم اول خودش به نام شراره ترک کرد. تدارک شراره 3 سال به طول انجامید و در نهایت این آلبوم در سال 83 منتشر شد. آهنگسازی قطعه‌های شراره بر عهده خود او، یاشار صباحی و علی ثابت بود و ارژنگ حقانی هم اون رو تنظیم کرده بود. پس از این فرزاد فرزین همکاری با خوانندگان دیگر را آغاز کرد و با مهدی مقدم، مهدی مدرس، رضا صادقی و امید آمری در قطعات پشت صحنه و هموطن هم آواز شد و قطعاتی را برای دیگر خوانندگان تنظیم کرد و در آلبوم متاسفم به خوانندگی محسن چاوشی حضور افتخاری داشت. در این مدت او چند موزیک ویدیو هم تهیه کرد که برای کارهای بعدی او را دچار مشکل ساخت. پس از شراره فرزاد کار رو بر روی آلبوم دوم خود یعنی تعقیب با تنظیم دوباره آهنگ‌های غیر رسمی خودش آغاز کرد که توسط شخص یا اشخاصی که هویت اونها ناشناس موند به طور غیر رسمی منتشر شد. پس از این مسئله فرزاد سراغ تیم جدیدی از آهنگساز و تنظیم کننده ها رفت تا روی آلبوم دیگری که شوک نام گرفت کار کند. او در فاصله تهیه آلبوم تعقیب و شوک یک آلبوم اینترنتی و غیر رسمی به نام تهدید رو منتشر کرد. دومین آلبوم رسمی او با نام شوک در سال 87 به بازار عرضه شد و مورد توجه بسیاری از منتقدان قرار گرفت. بیشتر قطعات آلبوم با آهنگسازی فرزاد صورت گرفته بود و آهنگسازانی مثل فرزاد فتاحی اونها رو تنظیم کرده بودند. این آلبوم بسیار مورد توجه قرار گرفت و در جدول فروش با فروش بیش از 140 هزار نسخه در رتبه پنجم قرار گرفت. پس از موفقیت آلبوم شوک، فرزاد فرزین آغاز به اجرای کنسرت‌هایی در سراسر کشور کرد که از جمله اونها میتوان به کنسرت‌های تهران، کرج و کیش اشاره کرد. آلبومی که فرزاد پس از شوک به سراغ اون رفت شانس نام داشت و او دوباره تیم کاری خودش رو تغییر داد. شانس سومین آلبوم رسمی فرزاد فرزین در اسفند ماه سال 88 عرضه شد و در هفته اول با فروش خوبی مواجه بود. پس از موفقیت این آلبوم، فرزاد فرزین در برنامه نوروزی شبکه سوم سینما حضور پیدا کرد و با همکاری علی اصحابی و بهنام صفوی قطعه مخصوص برنامه با نام تو نزدیکی را آماده کرد. فرزین در نشست خبری و رونمایی از آلبوم شخصی در پاسخ به خبرنگاری که صدای او را شبیه فریدون فروغی میدونست و این سوال که آیا علاقه به آثار فروغی دارد گفت: سبک هنری ایشون مورد علاقه من نیست، اما برای موسیقی ترانه‌هاشون احترام قائل هستم. او در مراسم رونمایی از آلبوم شخصی گفت تلاشش بر این بوده که در این آلبوم پتانسیل‌های صداش رو که قبلا کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت به کار بگیره. فرزاد فرزین که به نمایندگی از ایران در آرت فوتبال شرکت کرده بود، پس از اجرای موفق خود و گروهش در مراسم اختتامیه این جشنواره جایزه اجرای بهترین قطعه موسیقی رو برای قطعه باتو از آن خودش کرد.
این اتفاق در حالی بود که سایر جوایز این دوره از بازی‌ها رو چهره‌ها و ستاره‌های موسیقی کشورهای ایتالیا، رومانی، هلند، اسلوونی و کره به ترتیب در شاخه‌های پرفورمنس، اجرای زنده، دی‌جی کانتری و بلوز از آن خودشون کرده بودند که در این میان دو کشور ایتالیا و رومانی که با خواننده‌های بین‌المللیشون در این دوره از مسابقات شرکت کرده بودند، تونستن بیشترین جایزه‌ها رو از آن خودشون کنند. پیشتر وبگاه رسمی این مسابقات از اجرای برنامه فرزاد فرزین در فستیوال مسکو با عنوان اجرایی تحسین برانگیز به همراه یک لایو پرفورمنس قدرتمند یاد کرده بود. فرزاد فرزین برای کنسرت‌های خودش گروه کارگردانی قدرتمندی به سرپرستی و کارگردانی کیوان ملک مطیعی داره که ایشون از ابتدا تا حال حاضر کارگردانی کنسرت‌های ویژه فرزاد فرزین رو در شهر تهران بر عهده داشتن. مجموعه تصویری ماسک یکی از کنسرت‌های فرزاد فرزین رو شامل میشه. این مجموعه شامل کنسرت آبان ماه سال 91 فرزاد فرزین در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی است که پشت صحنه و گفتگوهایی رو هم در بر داشت. در کنسرت آبان ماه سال 91 این خواننده با ماسکی روی سن اومد و پس از لحظاتی ماسک رو از روی صورتش برداشت و برنامه‌اش رو اجرا کرد که این اتفاق بازتاب فراوانی رو در میان اهالی موسیقی در پی داشت. مجموعه تصویری شوک فرزاد فرزین در مرداد ماه سال 95 منتشر شد. این مجموعه مربوط به کنسرت شوک فرزاد فرزین هست که در تاریخ 17 مرداد ماه سال 94 در سالن میلاد به کارگردانی کیوان ملک مطیعی برگزار شد. کارگردانی هنری این مجموعه توسط برادران بوشهری به تصویر کشیده شد. همچنین بخش‌هایی از کنسرت 8 و 9 اردیبهشت سال 95 که با اجرای قطعه قدیمی پشت صحنه با حضور مهدی مدرس همراه بود هم در این مجموعه گنجانده شد تا میزان جذابیت این اثر بیشتر شود. همچنین فرزاد فرزین در تاریخ 29 تیر ماه سال 1395 کنسرتی را با عنوان کنسرت در سال 1410 در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار کرد که در میان مخاطبان و اهالی موسیقی سر و صدای زیادی رو به پا کرد. در این کنسرت دکور بسیار زیبایی در صحنه طراحی شده بود که تداعیگر سفر در زمان بود و تمامی اعضای گروه از جمله خود فرزاد گریم شده و با گریم‌های نسبتاً سنگین خودشون به اجرای قطعات موسیقی پرداختند. همچنین به دلیل استقبال قابل توجه مردم این کنسرت بارها تمدید و اجرا شد. همچنین فرزاد فرزین نخستین کنسرت خودش رو که با شعار نخستین کنسرت 3D مپینگ ایران و خاورمیانه معرفی شده بود رو شامگاه پنجشنبه و جمعه 18 و 19 مهر ماه در سال 92 در سالن میلاد تهران برگزار کرد. این کنسرت با دکوری عظیم به شکل مکعب‌های بزرگ روی هم اجرا شد. فرزاد فرزین تیتراژ برنامه‌های تلویزیونی شب بخیر تهران در سال 82، کوله پشتی در سال 86، صبح آمد در سال 87، با ما اینجا در سال 89، سریال راز پنهان در سال 91، ویژه برنامه ماه عسل در سال 92، سریال آخرین بازی در سال 93، سریال نمایشخانگی عاشقانه در سال 95 و سریال نمایشخانگی مانکن در سال 98 را اجرا کرده. او اولین بار در سال 85 وقتی 25 ساله بود در فیلمی به نام پسران آجوری به کارگردانی مجید قاری‌زاده در نقش یک خواننده بازیگری را تجربه کرد. بعد از چند تجربه در تلفیلم‌های مختلف با حضور در سریال عاشقانه در سال 95 به کارگردانی منوچهر هادی در دو نقش استعداد خودش را به نمایش گذاشت. فرزاد فرزین در سال 98 هم در سریال مانکن حضور موفقی را تجربه کرد و در سال 99 هم در سریال ملکه گدایان و گیسو دوباره در شبکه نمایش خانگی حضور داشت. فرزاد فرزین در سال 1390 وقتی 30 ساله بود با خانم شیوا کاکاخانی ازدواج کرد. این زوج در سال 1390 خبر ازدواجشون رو رسانه‌ای کردند. فرزاد فرزین در مصاحبه‌ای درباره اولین ممنوع‌کاری‌اش گفته: ماجرا از این قرار بود که من وقتی با شبکه MITV کار کردم هنوز مجوز داشت. بعد که مجوز شبکه لغو شد به ما گفتن برید کلیپاتون رو در بیاری. اما این کار با وجود تلاشای ما شدنی نبود. خودشون در آلمان نشسته بودن و به فکر شبکه هاشون بودن. به همین خاطر از سال 84 تا 87 ممنوع کار شدم. آخرین ترانه‌ای که گفتم مربوط به سال 87 در آلبوم شوک بود. من دیگه ترانه نمیگم. وقتی میتونم از روزبه بمانی، حامد رجبی و مسعود محمدی بهترین شعرها رو بگیرم چرا باید خودم شعر بگم؟ مدیر برنامه معتقد هست من گرانترین خواننده ایرانم. ولی نمیدونم که دیگران چه مبلغی میگیرن و وارد این مباحث نمیشم. اما گران مفهوم جالبی نیست.
میشه گفت که دستمزدم نسبت به کارم بالاست، چون کاری که انجام میدم متفاوت هست. اما در 28 تیر ماه سال جاری بود که ممنوع فعالیت شدن گریبانگیر فرزاد فرزین هم شد. فرزاد فرزین با انتشار ویدئویی اعتراضی به نام زخم برای سریال جدید میدان سرخ نوشت: خدا تا الان صبرش رو داده، باز هم میده. خبر این چنین روایت شده بود که با نامه‌ای محرمانه از سوی علی سعد، معاون ساترا که مخفف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر هست، فرزاد فرزین در تمامی پلتفرم‌ها ممنوع فعالیت شده. یعنی پخش هر تولید تصویری که فرزاد فرزین در اون حضور داشته باشه تا اطلاع ثانوی ممنوع هست. اخبار بیشتری تا کنون راجع به ممنوع‌کاری فرزاد فرزین منتشر نشده. اما با خبر دادن فرزاد از انتشار آهنگ جدیدش به نام کارما، این احتمال رو میشه داد که این خواننده خوب کشورمون به زودی فعالیت‌های خودش رو از سر بگیره و بتونه باز هم طرفداران خودش رو خوشحال کنه. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.